لذت آنچی که داری امروز با آرزوی آنچی که نداری خراب نکنه. دوباره برگشتیم ادامه برنامه نسیم صبح هست عزیزان و خدا کنه تا این دم خسته نشده باشین، بینده برنامه نسیم صبح باشین. باز هم صبح قشنگ همه شما بخیر باشه. امروز دوستا در کنار ما از بخش البته معارف البته متعلم ما رو دعوت کردیم. متعلمای خیلی با استعداد هستن که با ایشان معرفی بشیم. چی خوب است که با ایشان معرفی شیم. اینا رو زیاد منتظر نمانیم و خیلی خوش آمدید میگم اینا را. شیلا جان، مدینه جان، بنفشه جان، صبح شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدین. شکر زنده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان. شیلا فیضی هستم، بنت خدا محمد، متعلم صنف هفتم از مکتب خاصی ترکستان. خیلی خوش آمدین. خودت مدینه جان؟ مدینه زیایی هستم، متعلم صنف ششم با یکتن از شاگردان لیسه خاصی ترکستان. و خودت بنفشه جان؟ بنام خداوند مهربان، بنام صاحب حسینی هستم، متعلم صنف 8 در مکتب خصوصی ترکستان. خیلی خوشم آمدین. امروز خیلی خوشحال هستیم که از مکتب ترکستان شاگردای فعالش البته اومدن اینجا حضور پیدا کردن. خب میشه اول در درباره درسایتون بگوین که چندم نمره هستین، صنفایتون ها گفتین چندم نمره هستین، در کدام مضمون علاقه دارین؟ تشکر، زنده باشین. من خود معلم هستم. زیادتر مضمونی که دوست دارم یکیش ترکی می باشه، دیگه مضمون هم دوست دارم زیادتر. دیگه رویش کم کم. خودت مدینه جان کدام مضمون دوست داری؟ من زیادتر ترکی و انگلیسی هستم. کدام مضمون بعدت می جبرن سرت می خوانن؟ ریاضی. کلگی نمیم ریاضی مشکل داره. خودت بنفشه جان؟ خب من زیاده انگلیسی و ساینس اکسفورد. خیلی خوب است، یعنی متفاوت دیگه ذوقاتون متفاوت هستن. خب خیلی خوب، امروز در برنامه مهمانای البته خاصی را دعوت کردیم که امروز البته دست خالی نامدن، تحفه همچنان آوردن بر ما، تحفه را تقدیم ما میکنن. خب اول از کدامتان بشنویم تحفه را؟ از نیست. شیلا جان بشنویم که امروز بر ما چی تقدیم میکنه بر دوستایش که از پرده تلویزیون تماشا میکنه. شیلا جان، به خاطر که این هفته سواد است، هفته سنبله، به همون خاطر من درباره سواد و آموختن یادگیری یک مقاله نوشته کردم براتون. خیلی خوب، از اینچه بهتر ما هم مشنویم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سواد آموختن حق هر انسان است، پس ما باید بیاموزیم تا بتوانیم بسازیم. وقتی که ما نیاموزیم نمیتوانیم بسازیم، پس میاموزیم آباد میکنیم وطن خود را افغانستان. افغانستان کشوری است که به ما نونهالان و آینده سازان کشور نیاز دارند. سواد و آموختن در زندگی ما ارزش والا را دارد. کسانی که سواد داشته باشند ثروتمندترین انسانهای دنیا هستند. انسانهایی که سواد نداشته باشند مثل یک کور میمانند و انسانهایی که سواد داشته باشند همیشه زندگی روشن می داشته باشند. به به، خیلی قشنگ، خیلی متنای خیلی خوب را خودت نوشته کرده بودی؟ بله. با همکاری کی؟ با همکاری تنها دیگه. خیلی واقعا خیلی بانوی موفق هستی، همیشه موفق باقی ببانی. از صنف چند اول نمره بدی تا فعلا؟ از صنف چهار. دهان از یادتر که تشویقت میکنه به درس خوندن؟ مادر جان. پدر جان رول نداره؟ یا هم تشویق میکنه؟ خب تشویق نمیکنه. و تو نگو که با دخانه رفتی. خب خیرش باشه، زیادتر مادر رول داره چون دخانه میباشه، پدر همچنان در کار امور زندگی بیرون مصروف میباشه و او خاطر زیادتر مادر رول داره. و شما هر دیتان برای ما مدینه جان و بنفشه جان چی تحفه آورده؟ من یک چند تن از درس های کلان ها رو به معنی سواد میگویم که یک چیزی است که ما میتونیم با سواد آموختن، یعنی درس آموختن، میتونیم به جاهای بلندی برسیم و قیمت ترین چیزی که در دنیا آموختن میباشد و ما وقتی که میآموزیم میتونیم جامعه خود را پیشرفت، جامعه ما پیشرفت نماید، وطن خود را آباد کنیم. خیلی خوب، خیلی خوب، سخنان ارزشمندی بوده. خدا کنه که بیننده ها دیده باشن و همچنان البته کسایی که میخواین سواد بیاموزن، خیر است که سنشان بلند هستن، الان فرصت دارن، الان میتونن برن سواد بیاموزن چون قیمت ترین با ارزش ترین چیزی که در زندگی انسان هست سوادش هستن. خب از خودت بنفشه جان مشنویم چی برام تقدیم میکنی؟ یک مطلب کوچه که دارم در مورد سواد میباشه. خب ما همه میدانیم که علم و سواد آموزی یکی از لازمی ترین چیزهایی است که انسان در شناخت امور دینی و دنیوی خود به آن نیاز مبرم دارد و کائنات هم در پیشرفت تکامل و ترقی خویش ممنون علم است. تعریف سنتی سواد:
سواد توانایی خواندن و نوشتن و یا توانایی به کار بردن زبان برای خواندن، نوشتن، گوش دادن و سخن گفتن است. ولی در مفهوم نوین این واژه به سطحی از خواندن و نوشتن که برای ارتباط کافی است گفته می شود، یا سطحی که یک فرد بتواند مفهوم را بفهمد و انگاره و انگیزه هایی که خودش دارد را جای بتواند برساند تا جامعه را صحیح تا در جامعه صحیح باشد بیان کند. سازمان آموزشی یونسکو تعریف زیر را داده است: با سواد توانایی شناخت، درک، تفسیر، ساخت، برقراری ارتباط و محاسبه در استفاده از مواد چاپ شده و نوشته شده مربوط به زمینه‌های گوناگون است. با سوادی زنجیره آموزشی را که توانایی رسیدن به اهداف، توسعه دانش و پتانسیل و شرکت کامل در جامعه بزرگ را برای یک فرد فراهم می‌سازد را در بر دارد. آها، خیلی عالی، خیلی گفتارهای خوب بوده. خب دوستا، و سپاس از اینکه تشریف آوردین، دعوت ما را پذیرفتین. خب در مکتبتان کدام استادتان زیادتر دوست دارین؟ یک تن جواب بدین. استادای ما کالگیشان بسیار موفق هستند، استادای بسیار خوبی داریم، واقعا سر ما زیاد کوشش میکنن. ما ای که نیم روز در مکتب میباشیم مثل یک مادر و پدر در سر ما میباشن، واقعا استادای خوبی داریم. کالگیشان دوست داریم، خالص خواه کالش دوست داریم. خب در بینشان بازی یکی خاص میباشن. ما زمان که البته متعلم بودیم در بینشان یک امو استاد نگران ما رو دوست داشتیم، دیگرانش هم دوست داشتیم، اما او خاص میبود. نال خودت کدام استاد دوست داریم؟ خب خیر نام نگی، مقصد نشانیش بگو که بفهمیم. یکیش استادای خوب داریم، یکیش که استاد ساینس انگلیسی ما بودن، یعنی آهان نیستن، دیگه هم استاد نگران ما. خب خیلی خوب، خودت کدام استاد زیاد دوست داری؟ من استاد نگران که تو استاد ترکی ما. طبعا نگران خیلی رول داره، دستم زیادتر حاضر میشه و وقتی حاضری میگیره، یعنی که فرض مثلا یک روز نمیایم غیر حاضرتان نمیکنه، از خاطر مقصد به هدف دوست میداشه باشه، به خاطر که حاضری پیش هست غیر حاضر ما نکنه. خودت بنفشه جان؟ من خودم استاد ساینس انگلیسی ما را و همراه با استاد انگلیسی مزید خوش دارم، ولی از بین این همه استاد نگران مزید خوش است. آها، بشکت. خب در مکتبتان زیادتر کی شما را تشویق میکنه؟ زیادتر در مکتبتان مسابقات درسی همچنان هست یا نی؟ بله، مسابقات درسی و هر هفته داریم، یعنی به غیر مسابقات دیگه کار درسی و مسابقات کار درسی است، تجربه است، درس هاست، لغت جنگی و زیاد کارها در مکتب و میشه. زیادتر رئیس ما که واقعا مثل یک، یعنی اقسم که مغرور یعنی نیستن، یعنی مثل یک رئیس، مثل یک برادر ما و پدر ما سر ما هستن. سرمنام خوبه داره، مدیر ما، کارکشان واقعا ما رو زیاد تشویق میکنن. خیلی خوب. و چند مسابقه اشتراک کردین؟ برنده شدین؟ نشدین؟ هفت مسابقه داشتیم امسال، یعنی در بین صنفا که خوشبختانه کل مسابقات برنده شد. خب صنفایتون جدا جدا هستن. خودتان در مسابقات اشتراک کردین؟ برنده شدین؟ خیلی خوب است. باز هم سپاس از اینکه تشریف آوردین، خیلی خوش شدم که شما آمدین. موفق باشین. خب در آخر میشه بگوین در آینده چی میخواین شوین؟ هر کدامتون جدا جدا. من میخوایم یک دکتر موفق شم. انشالله به آرزوت میرسی و خدا کرد. مدینه جان حقوق دان، انشالله وکیل دیگه میشین. و خودت بنفشه؟ من همیشه بخواستم یک دکتر موفق باشم. آها، دو تا دکتر یکی وکیل صاحب داریم دیگه. انشالله به قله های برسین، به قله های والای برسین و آرزویی که دارین انشالله به آرزویتان برسین. بازم سپاس.